ما در برای شبه صحبت کردیم، شبه یعنی ساکن، در مورد ساکنه، ولی در پنج مورد این شبه ای که حرکت دار میشه. این علامت این هم چیه؟ الف ب گیمن دلت ه، الف ب گیمن دلت ه. این در این این علامت مواردی که در اونجا شبه که حرکت دار میشه. الف چیه؟ الف یعنی اشاره میکنه به اول کلمه. اگر شبه در اول کلمه بیاد، این شبه حرکت دار میشه، یک کلمه حرکت دار. مثلا چی؟ شمع. شمع نگیم شمع، شمع، شمع غلطه، شمع، شمع. شمع غلطه، شمع این معنیش عوض میشه، بلکه شمع، نه شمع، بلکه شمع. همطور در برکت ایلانوت، شلو حیثر برامو کلوم، بعد چی میگن؟ کلوم، کلوم، کلوم غلطه، کلوم. همینطور بعد گفت پری، باره پری، های، نه پری های، پری آدم ها، غلطه، پری آدم ها، غلطه. پری، غلطه بعد گفت پری، پری های، پری آدم ها. مزنوت، من نگو مزنوت، مزنوت، مزنوت. در صورت همیشه اول کلمه این شبه حرکت دار میشه، میشه افتخار. نبته خواهی نمیش اولی کلمه چیه؟ شبه اینا حرکت دار، ایک همه حرکت دار. به بیت مورد دوم چیه؟ دوتا شبه پشت داره هم، بیت دوتا شبه. اگر دوتا شبه پشت داره هم باشن، شبه دومی حرکت داره. باشن چی؟ میشه افتخار، میشه افتخار. ما چی داریم اینجا؟ میشه افتخار. زیر بیت یه شبه هست، زیر طبع هم شبه هست، شبای زیر تاب حرکت داره، بشه امتخاب. نه بگیم بشه امتخاب، بشه امتخاب، بشه امتخاب غلطه، بشه امتخاب. بعد گیمل، این چیه؟ گیمل اشاره میکنه به گدولا، یعنی گدولا یعنی چی؟ تنوع گدولا. ما در لشان خودش پنج حرکت داریم، اینا خونده بشن تنوع قطنه، یعنی حرکت کوچک، حرکت کوتاه. تنوع گدولا یعنی حرکت دراز، حرکت طویل، حرکت کشیده. علامت این حرکت تنوع گدولا چیه؟ صوت و لیره ام، صوت و لیره ام. صوت چیه؟ حلامه. هو شروعه، شروع یعنی واب. لی چیه؟ حرک بیون. ما حرک بدون یود داریم، حرک بیون داریم، حرک بیون این گدولا، حرک بدون یود کتنا. لیره ام رش تعدره چیه؟ سره این تنوع گدولا. اب اینم قامته، اینم تنوع گدوله. حالا اگر شبه بعد از تنوع گدوله بیاد، این شبه حرکت دار. مثلا چی؟ مثلا آمرو، آمرو، ما آمرو چی داریم؟ اونجا قامت داریم، بعد قامت چی داره؟ مم داره، این مم داره شبه. این چون بعد از تنوع گدولا یعنی قامت اومده، میشه آمرو، نبگی امرو، آمرو. همینطور در شبه تنوع خودش میتونیم پیدا بکنیم خب در صورت این حرکت میتونه خودش پیدا کنه. همینطور اگر بعد از سره، بعد از حیرق با یود بیاد، و ییره او، و ییره او، ها هم اتحسن، و ییره او، نه با ییر او، و ییره او در بعد یشیر، چی میخونیم؟ و ییره او هم اتحسن بتن، مشه عبدو. چرا با ییره او؟ برای اینکه اول، یود اولش این یوده، بعد چی اومده؟ یود دوم، بعد اینجا حیرق با یود، برای این شبای زیر رش، این حرکت داره، و ییره او، نه با ییر او، بیر او غلطه، بیر او اصلا معنیش عوض میشه. بیر او یعنی دیدن، بیر او یعنی ترسیدن، بیر او دیدن، بیر او شبای حرکت دار میشه ترسیدن. خیلی فرق میکنه. و خب الان این باز جلتی ها دیگه داره، ولی الان جوریم جلو. دلت اگر این دلت دومود، یعنی اوتیات دومود، اگر نه دگوشود، دگوشود یعنی چه دگوشود؟ اگر شبه زیر حرف دگشدار باشه، این شبه چیه؟ شبه نه،
مثلا شيء يدبروا يدبروا زير بيت شبايه مشدده بعد ان شاء الله تكون شبا وما دار حرف مشدد ان شبا شيء شبايه نا يدبروا عميتور الى اخر هنا هميشه باقي ما قال من زير حرف مشدد ان شبا شبا نا شبا يعني مشدد حركات دار عميتور مورد پنجم ه ه حد و مد یعنی چند جمع حد و مد اگر دو حرف مشابه پیش با هم باشن زیر حرف اول شبا باشه این شبا نه مثلا چی هللو بگیم هللو هللو غلطه هللو رینه نه همینطور تلله تلله برا خان نگیم تلله تلله غلطه تلله چرا چون اگر ما بخوایم این شبارا نح یعنی ساکن تلفظ کنیم امکان داره که دو تا لام مثلا به هم بچسبن یک لام تلفظ نشه اگه من تلو تلو بعد شد یه حرف بعد حرف یه لامش از حد شد از بین رفت برابر این تللو همینطور رننو رننو رننا و ریبه بود ریبه بود هم بخواهی بیتر این ریبه بود نه ریبه بود ریبه بود تلل ریننو ریننت الاخر همیشه اگر دو حرف شبیه هم هستن برابرین این باتی این شبار بات نه همطور نشاننو نشاننو درسته نشاننو چرا چون این دو تا حرف با هم اومدن برابرین شبای دو حرف شبیه مشابه این شبا میشه شبای حرکت دار در سیدورهای سیدورهای حوض دشه و اشمثلیه این اشعاننو را بدون حرکت مشخص کردن چرا؟ اینا بعد اینا بدونیم اگر گفتیم اگر شبا بعد از حرکت بزرگ بیاد این میشه شبا حرکت دار مثلا چی گفتیم؟ مثلا آمر بود درسته؟ ولی اگر این دامت حرکت دار با فهم باشه یعنی ربیع یا دقیب قطول دقیب قطول هر یکی تامی به طوره باشه این شبا شبای چیه؟ شبای نه 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 مثلا ببینید لما لما چرا مم دگش میگیره با همیشه بعد از حرفی که حرکت بزرگ داشته باشه این شبا نمیاد اینجا چرا شبا اومده لما برای اینکه لامه یک از تعمیم تورا حالا اینجا خیال کردن که نشان رو نشان رو با این چه اومده تعم تعم یعنی معریف نشان رو چون برابرین بعد نونه بعد از نشان رو چی باید باشه شبایه شبایه نه شبایه حرکت ولی درست نیست چرا؟ چون با این اینجا در این کلمه دو تا نون با هم اومدن چون دو تا نون با هم اومدن بعد این بنابراین شبایه که زیر نون اولی باید چی باشه؟ شبایه حرکت دار در کسی دوره های اسمتلیه و عبدالجه نیست را با چی کردن؟ شبایه بی حرکت این درست نیست چرا؟ چون اگر ما میگیم هللو با بردین که این بعد از حرفی که تنو اگه تنه درت باشه اومده با برابرین با بردین ما میگیم شبا نه شبای حرکت داره همینطور هم در نشان نو با کی باید باشه شبای حرکت دار نشان نو چرا؟ اگر ما این شبا را حرکت ندیم چی میشه نشان نو یک نونش حرف میشه یا اگر میخواییم دوتش را حر تلفظ کنیم باید چی بگیم نشان نو میشه دو کلمه یا میشه دو کلمه یا نونی نونی حذف میشه برای اینکه این نون حذف نشه و دو کلمه نمیشه بعد چه کار بکنیم گیم نشان نو این درست نشان نو